سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردی هستم، خوش اومدید به پارت دوم گیم پلی بازی انسستور ده هیومنکایند آدیسی. این دفعه میخوام برم این بچه کوچولو رو پیداش کنم. حتما امیدوارم که خوشتون بیاد. بچه ها حتما کانال من رو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، نظراتتون رو راجع به بازی هایی که میذارم توی کامنت ها به هم بگید. حتما خیلی خوشحال میشم واقعا وقتی که نظرتون رو میدونم و پیشنهادی به هم میدید که به کارم میاد و میتونم کارم رو بهتر کنم، کیفیت کارم رو بالا ببرم و اینکه باعث بشه که شما بیشتر دوست داشته باشید. بریم ببینیم چه خبره، میتونیم بچه رو این دفعه پیدا کنیم یا نه. امیدوارم که بتونیم. اینو پارت اولش رو قبلا گذاشتم، این پارت دومشه که الان دارم میذارم، پس از ادامه همون میرم. خب اینجا اول از همه یه محیط خیلی باحال و خفن و خوشگل داشتیم تو این بازی که واقعا گرافیک بازی خیلی جذاب و باحاله. الان کاری که من اینجا باید انجام بدم اینه که این بچه رو پیداش بکنم. یه جا رفته بود قایم شده بود، یعنی تو پارت اول که گذاشتم خودم اول رفتم یه جا هاید کردمش، بعد الان نمیتونم پیداش کنم ولی نمیدونم چرا. خب میرم دنبال صدایی که میاد ببینم میشه کاری کرد یا نه. صداش خیلی نزدیکه اینجاها، اینجاها که نیست. فکر کنم این سنگه بود که اومدم کنارش، کنارش که نمیدم، با اون بچه اومدم روی این سنگه، بعد بهم گفتش که میتونی هایت کنی، من هایدش کردم ولی الان نمیدونم چجوری میاد بیرون. در رو صدا میکنیم ببینیم. چرا کامفورتین کم میشه وقتی من کامفورت یه دونه میزنم زیاد میشه، یه دونه میزنم کم میشه. همین زیره، من با همین بی باید بکشمش بیرون. هم زیر نمیفهمم چرا کم میشه. یکم جیغ و داد سنگین تر میکنم ببینم چیزی میفهمه. نه هنوز اوکی نشده، باید یه کاری کنم که این بیاد بیرون. این زیره، مطمئنم که همینجا بود. آها مثل این که داره متوجه میشه. عالی، ایوال ایوال بالاخره اومد بیرون پیدا شد. خب این از بچه گوگولی مگولیمون که پیدا شد و خدا رو شکر به سلامت به آغوش خانواده برگشت. خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید بپیوندیم به کلنمون. فکر کنم کلن اون بالا بود، یعنی بقیه اون بالا مالا بودم. من باید برم اون بالا. بچه ها این بازی واقعا یکی از خفن‌ترین بازی هاییه که بازی کردم. اگه بازی نکردید گرافیک یا کانفیگ سیستم خیلی بالایی هم نمیخواد، با سیستم خیلی معمولی هم میتونید راحت بازی کنید. یه سری کار دیگه هم باید انجام میدونید. یه چیزه به هم داشتیم میخورد. اوه چیشو تشنشه. یه سری چیز میزم میشه از خوابش گرفته، خوابش میومد فکر کنم. خب اینو باید بخوریم انشالله. با چی میشه خورد؟ چشو حالش خوب نیست خیلی. ای بابا حالا که بچه رو پیدا کردیم چه مشکلی داره؟ آها تشنشه دیگه، خیلی تشنشه. فقط نمیدونم چجوری آب میخوره. ای تو هنوز نمیدونم با چه دکمه ایه. چند تا از دکمه هاشو هنوز، چون تو پارت قبلی گفتم این بازی با
مال ایکس باکس شبیه سازی شده برای پی سی. من تست بکنم ببینم اینجا میشه کاری کرد. چی شد؟ اونو انداختمش تو آب. دوباره برش داشتم. اینسپکت با چیه؟ خبر من اینو بفهمم. آها خورد؟ نه هنوز نخورده مثل اینکه این داره کوب. خب این سنس بود، حس میکرد که چه چیزایی دورو برشن. این چیه؟ خیلی اینجوری بازی کردن، بازیایی که شبیه قورباغه شبیه سازی شدن از یه کنسول دیگه برای پی سی سخته، مخصوصا اونایی که دکمه هایی که نشون میده هنوز برای خود اون کنسوله، برای بازی نیست. من برگردم لحظه ببینم این با چی میتونه بخوره. وای وای که سر و صدا میکنه. با اینم که ور میداش، با اسکرول موس هم که کار خاصی نمیکنه. بقیه دکمه ها هم یه ذره دیگه باید تست کنم ببینم با چی این کار رو انجام میده. چند تا مشکل هست که من هنوز کش نکردم ولی پیدا میکنم، حتما بهتون میگم که اینا داستانش. با زد بکنم پرت میکرد، حرف هم نمی کنه. با ایکس هم نمی خوره. با سی مثل که چیزی که تو دستش بود و مینداخت. آره با سی مینداخت. حالا من فعلا از اینجا میرم برم میشنشو انجام بدم. داری خفه میشی؟ خب با چی میتونی قیافه رو، با چی میشه آب خورد؟ الان اینسپکت با چیه؟ یکی به من بگیر اینسپکت با چیه؟ بچه ها اگه کسی میدونه این بازی رو انجام داده، همین حالت شبیه سازشو میدونه که دکمه های بازی چجوری تبدیل شدن به دکمه های کیبورد، حتما به من بگه که من بتونم اینو رد کنم، چون بدون اینا نمیشه. هر کدوم از دکمه های کیبوردم که میزنم اون کار رو انجام نمیده. دیگه چه دکمه داریم رو کیبورد که من نزدم آخه؟ اسپیک دیگه ایکس گفتی، حداقل اینو همون ایکس ایکس باکس میذاشتید. لعنتی ها پدر ما رو تو در بردی، اینقدر نیاز داری؟ من اینقدر به چیزهای مختلف نیاز ندارم که این میمون داره. واقعا قبیله یه جایی بود که از بالاش آبشار داشت میومد پایین. برم اول ببینم خود قبیله رو میتونم پیدا کنم. فکر کنم اون تنه درخته بود، باید از روش عبور میکردم میرفتم عبور میکردم، باید از روش رد میشدم. چرا نمیری بالا اینجا؟ میمونی مثلا؟ ببینم چیزی اینجا معلوم نیست. اون برم پر کوهه آخه، مثلا نمیفهمم الان قبیلهی که باید برم توش کجاست. اه خوردش بالاخره. آها الان فهمیدم داستان چیه. خب کیو رو که نگه دارید میخوره، چیزی که کندی رو میخوره. آها صدای یه سری حیوان دیگه هم داره میاد، فکر کنم که صدای قبیله خودمه. من اینجا رو تا جایی که بتونم میرم بالا ببینم که اینجا هستن یا نه. صدای میمون اصلا نمیاد دیگه به جز خودم. باید برگردم بگم یا اول فاز. Oh.
چی شد؟ دوست نداری بخوری خیلی؟ بخور دیگه، چرا داد بیداد میکنی؟ آب میخوادیم، خیلی آب میخواد. ولی من تا اینجا اومدم نمیتونم الان برگردم به خاطر آب خوردن تو این همه رو پایین. که یه سر و صداهای عجیبی هم داره میگه اینجا رو بگیر، جون مادرت بگیر، نیفتی پایین احمق. خب دیگه دلش درد گرفت و نتونست ادامه بده و مرد. این قسمت هم به پایان رسید و میمون بیچاره ما نتونست به هدف خود، رفت تو کوه افتاد، اصلا اینقدر حالش بد بود. خب بچه ها امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من این دفعه هم نتونستم رد قلطه یه دونه چپترشو تونستم برم جلو ولی کامل نتونستم برم، ولی تقریبا کم کم دارم متوجه میشم که باید چیکار کنی توی بازی و دکمه های شبیه سازی شده کدوم دکمه های روی کی بردن. اگه دوست داشتید ادامه این بازی رو برم حتما توی کامنت ها بهم بگید، با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید که بتونم کیفیت کارو ببرم بالاتر، بازی بهتری بذارم و پر انرژی تر. خیلی امیدوارم که خوشتون اومده باشه. راستی یه چیزی رو یادم رفت بگم بچه ها، پیج اینستاگرام منم دقیقا به همین اسم MRXPA تو اینستاگرام هست، لطفا اونم فالو داشته باشید و با خبر بشید که من گیم پلی چه بازی رو میخوام بذارم یا کلن چی کار میخوام بکنم. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.